ای رحمت پروردگار، ای بر خزان دل بهار، ای ماه خیر و مغفرت از خالق آمرزگار. الذی کتب الآثار و نسخ الآجال و نصلی و نسلم على من مدحه بأنه عزيز عليه ما عنتم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الله عز وجل ماه رمضان را با تمام خوبیها و تمامی نعمتهاش به من و شما عطا نمود و این فرصت رو هم به من و شما عطا کرد که در این رمضان زنده ایم. خیلی ها هستند که پارسال با ما شما بودند، سال گذشته رمضان بودند و الان در قبرها هستند. در مورد ماه رمضان که ماه قرآن هست و قرآن پیامش برای همه جهانیان هدن للناس هست و کسی که این هدیه رو به انسانها برسونه امتی هست که اخرجت للناس هست، که من و شمایی تعبیر ساده پیام داریم، پیام خوشبختی، پیام زندگی با صفا الله کنه که این حقیقت را هر فرد امت از دل باور کنه و برنامه ریزی زندگیش بر همین اساس باشه که انگیزه منه و این شرفیست برای من که پیام را به جهانیان برسونم. این پیام را عرض کردم که خلاصه این پیام هر قلب بشر بگه و هر دل فریاد کنه الله از من چی میخواد و آنچه که الله میخواد برآورده کردن آن بزرگترین هدف و شرف هر انسان قرار بگیره. همین اسمش دین اسلامه و همین اسمش نور هدایته و همین پیام نجات است که به جهانیان و قلب خودمون تقدیم کنیم. تمرین این رو عرض کردم چند مورد را، اما این پیام وقتی که تأثیر میذاره تو قلب و این دل فریاد میکنه، تمرینش قل ان صلاتی در نماز این تمرین زیباست و بعد و نسکی در مال، انگیزه کسب مال کثرت نیست، انگیزه درآمد او هرگز افتخار نیست که من از دیگران بیشتر دارم، انگیزه مال کسب و درآمد او جمع‌آوری مال و اندوخته کردن و ذخیره هرگز نیست، بلکه انگیزه کسب او هم فقط رضایت و خوشنودی الله. تاجر چی میخواد؟ الله رو میخواد. هنگامی که تو قلبش این نور بدرخشه. کاسب چی میخواد؟ الله. زراعت در زراعتش کشاورز فقط انگیزهش رضایت و خوشنودی الله. این زندگی با صفاتر میشه و محیای کل زندگی، انگیزه سر تا پا زندگی فقط الله میشه. در این مورد انشاءالله روزهای بعد عرض کنم، اما در مورد مال رمضان رو عموما تشخیص میدن، تخصیص میکنن سروران برای ادای زکات. در مورد زکات الله تنها این نیست که در هر امر الله چه میخواد، چگونگی به جا آوری اون امر رو الله چگونه میخواد و امام الانبیا چگونه به ما تعلیم دادن. نماز بخونیم، تنها نماز خوندن لازم نیست، قشنگ و زیبا نماز بخونیم و هم نه تنها نماز بخونیم و نمازمون قشنگ و زیبا باشه، دیگران رو هم برای نماز تشویق کنیم. این هر سه مورد بر هر یکی از من و شما لازمه. زکات بدیم، اما نه تنها حسب آنچه که خودمون فهمیده ایم،
بریم نزد مفتی ها و علما چگونه زکات بدیم، زکات رو قشنگ و زیبا بدیم و بعد دیگران رو هم تشویق کنیم که زکات رو بدهن. این مسئولیت ماست. و اما این هدیه زیبایی که ما داریم که الله چی میخواد؟ و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین. پیامبران با این هدیه زیبا می اومدن. ای انسان ها، آنچه که الله میخواد اونو برآورده کنید، الله به شما چی میده؟ و منذرین، و اگر اون زندگی رو اختیار نکردید چه چیزی شما رو تهدید میکنه؟ هم پیامبران هشدار میدادن. مبشرین، آغاز آنچه که الله از بنده هاش میخواد ایمانه. فقط نطق ایمان و باور ایمانی وقتی که میخونه لا اله الا الله، چه هدیه داریم برای اروپایی ها، چه هدیه داریم برای افریقایی ها، جوان سراوان، سفید ریش محترم، چه شرف بزرگی به الله تعالی به تو بخشیده. پیام تو، آغاز پیامی که تقدیم میکنی برای برادر خواهرهای انسانیت با پذیرفتن لا اله الا الله، الاسلام یهدم ما کان قبله، همه پرونده قبلیش پاک و صاف میشه، همه جنایت ها، خیانت ها، همه معاف. و نه تنها این، اولین نطق هدیه ای که من و شما بهش تقدیم میکنیم باور ایمانیه که لا اله الا الله، وجبت له الجنه، جنت رو برای او واجب میکنه. و لا اله الا الله، حرم علیه النار، آتش دوزخ رو براش حرام میکنه. چه هدیه بزرگی داریم من و شما. و اگر این هدیه رو حتی به برادر مسلمانمون تقدیم کنیم که فریب خورده نفس و شیطانه، عمرش با گناه آلوده بوده، به محض اینکه این هدیه رو بپذیره و در قلب عزم بکنه که الله رو راضی میکنه و از نارضایتی الله پرهیز میکنه، با خوندن لا اله الا الله نه تنها گناهانش عفو میشن. برای کافر الاسلام یهدم ما کان قبله، فقط برمندش صاف میشه، پاک میشه. اما مؤمن نزد الله ارزش داره. همون گناهگار، بزرگترین گناهگار مسلمان ها از کل کره خالکی کفار خیلی بهتر و برتره نزد الله. کسی که یک بار ایمان آورده خیلی مقام و خیلی ارزش داره. این وقتی که میخونه لا اله الا الله، نه تنها گناهانش پاک میشن، به جای هر گناه الله بهش نیکی عطا میکنه. این هدیه‌ای که من و شما داریم. زکات نه تنها اینکه مالت رو حفاظت میکنه، میخونیم که بلکه مالت رو آنچنان اضافه میکنه که از تصورت بیشتر الله بهت عطا میکنه. و ما آتیتم من زکات تریدون وجه الله فاولئک هم المضعفون. الله اضافهش میکنه. الله تعالی به هممون توفیق بدهند که در این ماه رمضان این درس بزرگیمون را که قرآن برای ما هدی آورده، که ما شرف داریم که اخرجت للناسیم، تقدیم کننده هدیه برای جهانیانیم، و اون هدیه الله از من چی میخواد و آنچه که الله میخواد برآورده کردنش بزرگترین شرف من باشه. رمضان ماه دعا هم هست، با گریه و زاری و الحاح از ربمون بطلبیم یا الله این نعمت رو به من و همه عطا کن که دلمون بگه الله چی میخواد، مال چگونه به دست بیارم، مال چی میخواد، پست مقام، مردم. این نه نه، این خیلی زندگی کم ارزشیه. زندگی با شرف این است که الله از من چی میخواد. این زندگیش پر نوره، این زندگیش با صفایه، این زندگیش پر افتخاره که الله اینو از ربمون در رمضان برای خودمون و همه جهانیان بطلبیم. الحمدلله رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله وصحبه اجمعین. پروردگارا تو به ما مسئولیت دادی و شرف دادی
که هدیه نجات اسلام را و قرآن را به جهانیان تقدیم بکنیم. ما به اعتراف میکنیم به غفلت ما و ما اعتراف میکنیم به سهلنگاری های ما. ربا از ما درگذر بفرما. پروردگارا ما آنچنان افت کردیم که ما جهانیان رو اومده بودیم از گناه ها و آلودگی ها نجات بدیم، امروز خودمون با معصیت و گناه گرفتار شدیم. ربا بر حال ما و امت حبیبت رحم بفرما. دوباره این امت رو برای تقدیم کردن هدیه نجات به جهانیان قبول بفرما. هر لمحه زندگی ما رو قبول بفرما، هر ذره مال ما رو قبول بفرما، اولاد و نسل های ما رو قبول بفرما. پروردگارا این مسجد و تمام مساجد رو با این پیام و رسانی آباد بگردان، با اعمال مسجد نبوی آباد بگردان. پروردگارا آباد کننده مساجد و مدارس و مراکز ما رو آباد بگردان. این جمع هر تمنای نیکی داره بهشون عطا بفرما. اینا کسب و کار رو میذارن در مسجد تو میان، ربا در خانه تو مهمان میشن، در کسب و کارشون برکت عطا بفرما، در مال و جانشون برکت عطا بفرما، در اولاد و نسلهاشون برکت عطا بفرما، در صحت و زندگی و خانهشون برکت عطا بفرما، بیماران رو شفا نصیب بفرما، مقروضه ها رو قرضه هاشون ادا بفرما، پریشان حاله ها رو شادمان بگردان. پروردگار بی اولادان رو اولاد نیک و صالح عطا بفرما، اولاد رو صالح و سالم و مصلح بگردان. و گذشتگان ما رو مغفرت بفرما، زندانیان بیگناه رو آزاد بگردان، عاقبت ما رو به خیر بگردان. ما رو و این جمع رو به لطف و کرم خودت به طفیل این ماه برکت رمضان و قرآن در جنت الفردوس بدون از عذاب و حساب با پیامبرت یک جا جمع بفرما. و صلی الله تعالی علی النبی الکریم و علی آله و صحبه اجمعین. آمین آمین آمین.